به 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 سلام، چطوری؟ سلام، قربونت برم. به به چطوری؟ خوشحالم میبینم که قربونت برم. به به چرا خانومتو نیوردی؟ خونه نشسته، گفت از اون تو هم ببینمت دیگه. حالا خب اینجا بود که بهتر بود. بله بود. خیلی بهتر. بله بود. اینجا حتی ما فرکه هم. بله اینو نگی چی بگی دیگه، اینو نگی چی بگی. خیلی خوش اومد، قربونت برم، خوشحالم میبینم جواد جان. از احوال چطوره؟ ممنونم قربونتون، خدا رو شکر. آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم نگران مالیات بودی، درست؟ مالیات هنرمندان به خیر شو؟ داره به خیر میشه، یعنی هنوز طولانی؟ خدا رو شکر دارن یه کارایی میکنن. آره شما که مالیات حقه رو میدی؟ من اصلا خیلی چیز بودم، نامطلع بودم. آها. هیچی رو نمیدونستم. بگو بهمون چه خبره مردم. همه چی پیش رفته بود واسه خودش، منم هیچی خبر نداشتم. یعنی مالیات بر صفحات مجازی و هر آره همش رفته بود جلو، منم نمیدونستم. یهو دیدم که یه جای بدیه. آها. آره. ولی خب داریم تلاش میکنیم که کمکم دارن میکنن که ایشالا درست شد. آره چطوری؟ داشتی حقی زایه میشد تو جلوشو گرفتی ها؟ دیگه بالاخره یه مقداری هم تقصیر خودم بود، نمیدونستم، قانونم بلد نبودم. الان خوب بلدم، میتونم لایحه بنویسم براتون. باریکلا. آره. هر کی یکی دو مشاور امور مالیاتی بره تو امور قانونی و دادگاه و جایی خودش یک وکیل بله. تراز اول میشه. بنده همه چی رو الان بلدم. قربونت دارم. چطوری؟ سال گذشته چطور بود قربان؟ سال گذشته خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. دو دقیقه نمودیم خانم آزیاره بهرگاه دست نمیزنید یه هم اومد عرض ادب و احترام قربونتون برم دورتون بگردم دو دقیقه نبودیم متاسفانه بچه های پشت صحنه بدل بنده رو آوردن داره برنامه اجرا میکنه اب نداره تو هم بالاخره یه نونیه باید باری سر سفره زن بچه تو اینا اب نداره برنامه هم بگیره خوبه هوا خوبه تو هم خوبی بله منم بهتر شدم انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار تیتراژ برنامه داره میره محمد علیزاده هم صداش تنین انداز شده بله دورت بگردم محمد علیزاده صداتو میشنوه هوا خوبه تو تموم. خوبی منم بهتر شدم انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار خیلی ممنونم از شما که تونستی برنامه رو جمع کنی باری کلا چقدر خوبه دست درسته هرمون به افتخارش بشن ماشالله اما هم خوشتیبتره اما هم درسته هرمونتره چه لباسای قشنگی بله آدرسون کت و شلوار فروشی تو به محمد ما هم یه حالی بکنیم آقا شما چقدر خوش تیپی باری کلا یه گیر ریزی هم به آجوار خاجوی بدید آره ماشاءالله چقدر دگمه داره و فلان و اینا بله حسن مجنونی داره ادای فرزاد حسنی رو در البته اینم بهتون بگم که بنده فرزاد حسنی مناطق محرومم دوربینم کدومه به افتخاره فرزاد حسنی سلطان اجرا فرزاد حسنی اصلی دست درست و درمون به افتخار مازیار مهرگان خیلی خیلی خوش اومدی قربونت برم یه بغل بده جواد واقعا هنرمنده خیلی باحال واقعا تواناست خیلی. واقعا تو طنزشناسی ما هم سفر بودیم با جناب آقای جواد خواجوی مازیار جان قربونتون کربلای معلا و نجف اشرف بسیار بسیار زیارت با وجود نازنین ایشون و همسر گرانقدرشون به ما خوش گذشت و ان شاءالله هر سال تکرار بشه ایشالله. شما که طنزشناس هستی قربان از فضاهای مجازی در نوردیدید برخواهش رسیدید ایشون هم بسیار در تئاتر وارد هست و مجموعه تلویزیونی بازی کردید کار علی مشدیتون اینقدر مورد تقدیر قرار گرفته شما چاکری شما بفرمایید در وصف این همه عوض کردن چهره و صدا تو امان عزیز ایشون به نظر بنده بله یک نگاتیو هستن که همه چی روشون ثبت میشه به به و در لحظه ظاهر میشن و نتیجهش پوزیتیوه بله بسیار مثبته بله بله خیلی جالب هستنش آقا چقدر خوشحال کننده است قربونت برم که به آرزوی کودکیت برسی
آرزوی کودکی. من شما رو خیلی خوب دیدم. قربونتون برم. هم خوب شنیدم هم خوب دیدم. شما خیلی درجه یکی. اختیار داری. خیلی جذابه کنارتون وایسادن. ولی یه چیزی گفتی عصبیم کردی. آرزوی کودکیت منم؟ نه نه نه. از نوجوانی حساب کنید شما. مثلا 15 16. چند سالته تو مازیار؟ چند نپرسم اینو دیگه. آره. من متولد 1372 ام. باز بچگی نمیشه دیگه. چرا دیگه؟ یه سال از من کوچیک‌تره. 10 نگاه کن با کیا داریم برنامه اجرا میکنیم. ده بگی سناتونو. من 71 هستم. من فقط در 50 کار میکنم. تعداد اینا رو دیدی که البته اسم بنده رو آوردین. در جوانی شروع شر و حرارتی داشتم که خب الان در بیتوته خودم، در خلوت خودم یک اتفاقی رو صورت میدم که با خودم خلوت میکنم و میگه دلا خون شد به تنهایی که از تنها بلا خیزد. من خیلی دوست دارم که اگر بشه فرزاد عزیز، بله، ما با هم دیگه یک تبادل اطلاعات بکنیم. تو از فرهنگ بگی، من از موسیقی بگم برای تو. این تعنی در حرکت من از فلسفه بگم، تو از عرفان بگی. میدونم که سواد بالای تو زبانزد خاص و عام هستش و برای من خیلی جذابه که در قابی قرار بگیرم که فرزاد حسنی مجری شه. یه اتفاقی بود که آقای جیرانی، من بهشونم گفتم شما توی برنامه‌تون به بنده توهین کردین. جیرانی من کی کردم؟ فرد شما به بنده توهین کردید. یک مرد 40 ساله رو شما در برنامه خودتون دیوانه خطاب کردید آقای جیرانی. البته نداره، من ناراحت نمیشم، شما پیشکسوت بنده هستید. من به تو توهین نکردم. چرا آقای جیرانی؟ من از شما هیچ وقت ناراحت نمیشم و این بحث رو همینجا جمع کنیم و بره پی کارش. به نظر من اتفاق اینجوری بهتر. این دست نداره؟ این دست نداره؟ یه دستم به افتخار همشهری ما آقای جیرانی هم بزن. بله خدا آقای بهدادم که آره به سمت خراسان حرکت کرده. شما یه دفاعی بکن دیگه. بله دیگه، اصلا از اون سمت و از اون خاک صحبت کردن زیاد. ببین چقدر فکر میکنم این روزگار خندوندن مردم سخت شده. بله. تکنیک تو واسه خندوندن مردم چیه؟ من سعی میکنم که همون چیزی که آدم ها تو خونه شون، تو دلشون بین هم دیگه رد و بدل میکنن و دوباره بهشون بگم. یعنی حرفایی که من حالا دیالوگایی که رو حیوانا میذارم، صحبتایی که در موردشون میکنم. چجور اولین بار همچین فکر به ذهنت رسید جواد؟ من دوستام تلویزیون و صداشو میبستن، من 24 ساعت حرف میزدم جای همه چی، اخبار، تبلیغات، سریال، زیرنویس، همه رو میگفتم. آره بعد یه بار اینو ضبطش کردم، بعد گذاشتمش دیگه، اینجوری شد که میبینی. ولی خیلی قشنگ گفته آرزوی بچگی و اینا. اولا خیلی خوشحالم که شما رو میبینم اینجا رفیق نوازی میکنم در حال اجرا. و چقدر اونور آدمهای خفن و درست حسابی بودن، کیف کردم و من نمیدونم الان من اینجا چی کار میکنم واقعا. اختیار داری. چون این ساعتها و این لحظات برای ما همیشه خاطر انگیزه. آدم ها میشینن که آدمایی که دوست دارن رو ببینن. خیلی خوشحالم واقعا، به من افتخار دادیم. ببین جواد جان، شما مازیار عزیز ذائقه ملت ایران رو شیرین کردی. لطف داری. تو لحظات بسیار بسیار مهمی. من یه نکته رو استاد منوشهر نوذری گفتن در معیت شما بگم. گروه صبح جمعه با شما رو وقتی بردن خدمت مقام معظم رهبری، ایشون فراوان تعریف کردن از مقام آقای نوذری و همچنین سایر هنرمندان و نکته رو آقای نوذری گفتن. من تا زمانی که دفتر از آقا این رو منتشر نکرد و تعریف ایشون رو، اینو نگفته بودم، من که از زبان آقای نوذری شنیده بودم. وقتی هم که دفتر منتشر کرد، بنده هم در ادامه در رادیو عرض کردم. یه نکته ای رو حضرت آقا با آقای نوذری فرموده بودن، گفته بودن که شما در ایام موشکباران و ایام جنگ لبخند به لب مردم آورده بودید و این اجرش خیلی بالاست.
و انشالله خداوند عوضش رو به شما بده. من تأسیب کنم بگم که در لحظاتی که مشکلات مختلف به سر ما آوار میشه، هر کسی به هر نحوی میخواد ما را غمگین بکنه، کار شما خیلی سخته. شما هدایای خدا به مردم هستین. واقعا وقتی که یک نفر با دیدن یک ویدیو از تو، یک لحظه از هنرنمایی تو میخنده، تو اون لحظه مطمئن انسان زمانی میخنده که غم صفر میشه. این یک معجزه است. شما با کارتون، با نگاهتون، با حرفتون، با فکرتون، با این ذهن جوالتون، با نوپوییتون، با نوجوییتون کاری میکنید که انسان شرح صدر پیدا میکنه، سینش گشاده میشه. این کار شما واقعا لحاظ پولی و قیمتی قابل ارزش گذاری نیست. لطفه. فقط با قلب میشه جواب قلب شما رو داد. افتخار قلب های مهربون همه هنرمندان ایرانی. البته من یک چیزی رو بگم، من به شخص درس پس میدم به شما و اساتید دیگری که حالا باهاشون شوخی میکنم و امیدوارم که اونها هم منو ببخشن و ناراحت نشن از دستم. یعنی رفتیم توی آیتم های نمایشیمون، من نه سال نو رو تبریک گفتم نه حلول ماه مبارک رمضان رو. هم سال نو رو تبریک میگم خدمت مردم عزیز، هم حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم و امیدوارم که امسال یک سال فوق‌العاده‌ای باشه برای همه مردم عزیز کشورم و شاد باشن چون شادی حقشونه. جواد جان، کار تصویری که قرار هست کار بکنی یا کار کردن و پخش نشده چیزی داری؟ دو تا سریال بازی کردم. تازگی؟ آره، فراری و پشت پرده که ایشالله پخش میشه. یه سینمایی هم با آقای شعیبی کار کردم، آغوش باز. بله. جدیه این؟ برای اولین بار آقای شعیبی یه فیلم کمدی درام ساخته. یعنی اونم عرا به در کردی؟ که خیلی فیلم خوبی هم بود، تو جشنواره هم بود. سنه تاعت که شما رو ببینیم؟ دوست عزیزمون داره یه متنی مینویسه. آقای علی اصغری توجه بفرمایید. متن باید بنویسید واسه ایشون. 10 تا سریال دستش نمینویسه. بله بله در جریان هستم. خب که ایشالله برسه، دوست داریم که به علی اصغری عزیز هم تبریک میگم سال نو رو. بسیار خوب. گفتی شعیبی، دهلیز شعیبی کار علی اصغری است. بسیار ماندگار. امسال هم با باش تئاتر کمدی گمنامو داشتیم دیگه. بسیار عالی بود، اومدیم دیدیم لذت بردیم. کار تئاتر مازیار رو ندیدی؟ نه، متاسفانه. من همیشه فکر می‌کردم چون فقط کمدی در حیطه تقلید هست. من اینو حداقل دیده بودم. بری روی صحنه خودت رو پیدا نمیتونی بکنی تو نقش. چون 10,000 تا آدم درون توئه، با نگاه‌های مختلف چیزای مختلف حفظ کردی. روی صحنه همراه روزبه حساری بی‌نظیر بود. به به. اسم تئاترتون چی بود یادم رفت؟ نمایش جریان، کارگردان علیرضا معروفی در کنار بزرگان. خیلی زیبا. خیلی کار خوبی کرد. تو چی در پیش داری؟ والا یک سینمایی و سریال، یعنی هم سینمایی بود کاره هم بابا شما همه کاراتون گرفته، ما رو بگو. قربونتون برم. نه ما درس پس میدیم. اختیار داری؟ خجالت نکش دو که یکش آره ولی خجالت بکش. خجالت بکشم و اصلا کار نقصیدی؟ بله. چقدر یکش خوب بود؟ قربونتون برم. بله فوق‌العاده خوب، خیلی خوب بود. خانم مقدمی نام هستن دیگه. بله، در کنار این اساتید آقای مهرانفر عزیز، خانم مقدمی عزیز، آقای بهرنگ علوی، خانم کیان افشار، محمد معتضدی، میثاق جمشیدی، بگم الینا آسا، اورانوس قوامی، همه این عزیزان بودن. روزنه تئاتر هم ببینید. قربونتون برم. ان شاء الله به زودی الان سر تئاتر تئاتریا. بله. حواستو جمع. قربونتون برم. فقط الان حرف تئاتر شد. من خیلی خوشحالم که از تئاتر گفتید توی برنامه‌تون و امیدوارم که مسئولین عزیز بیشتر یک کوچولو بیشتر به فکر برای بچه های تئاتری باشن. این هم مصاحبه آخری هستن. امیدوارم که آره، امیدوارم که برای بچه های تئاتر همیشه سرزنده باشن و بتونن کارهای خیلی خوبی انجام بدن. یه شخصیتی هم مثلا هست که الان داری هی تلاش میکنی که بتونی تقلیدش رو خوب در بیاری؟ بله هستم. چی؟ مثلا دو کی داری کار میکنی؟ من نمیدونم چقدر موفقم ولی میتونم اجراش کنم. آقای کامران تفتی. کامران دیدن داره. آره کامران دیدن. بعد سه نفر از دوستان از هنرمندان این نوع اجرا نکردی؟ نه نه، این دیگه یونیک میشه دیگه برای خود این برنامه میشه.
آقای فخیم‌زاده رو میریم، آقای سعید راد هم میریم، استاد عزیز رو، آقای تفتی رو هم میریم. تقریبا سه تا توی یک کاتگوری صدایی یه فرقی با هم داره. یه خود حرکتی باید کم زیاد بکنیم. یه لحظه از فیلم از سریال پوست شیره که این اورجیناله ها. امیدوارم خوب باشه. دست بزنید. خیلی نوعه. هنوز خیلی نوعه. صحنه هستش که آقای حجازی فر و آقای کمالی با آقای تفتی رو بده. دوربین هم کدومه؟ آقا نایم، آقا نایم به خدا من کاری نکردم، همه چیز زیر سر صمده. آقا نایم به خدا من کاری نکردم. آقا نایم مدل ایستادنش هم میتونی بری؟ کامرانو یه اینجوری داره میخواد بره جلو نگاهی که جلوشو میگیره انگار میخواد حمله کنه. کامران عیدت مبارک عزیز دلم. آقای فخیم‌زاده هم که معلومه که میترسم بابا، جده من میترسه، ناتاشا دیوونه هست، همه رو میخوره، همه رو میکشه، معلومه که میترسم. بعد میاد آقای سعید راد عزیز که رستو، رستو بس تو کجایی؟ رستو، تو دختر منی، دوست دارم. ببینید اینا یه فرقایی دارن، بله خیلی ریزه. آره یه چیزی هستش بله. بین این ستا که ولی همه شون دلنشینن فوق العاده. به کامران تفتی، به استاد فخیم زاده، به استاد راد تبریک میگم سال نو رو، به افتخارشون دست درست فرمون. خیلی ممنون که اومدیم. قربون شما، از شما بشنوم و بیش از این مصدق شما نشم. دوستان عزیز، عزیزان شهر، بنده اصلا کلن من مافیایی بازی هستم، من شهر بازی هستم، من شعبده باز بازی هستم، از گاد بازی میخوام که بنده رو کیک کنه. بنده کیک شدم. خب خدا رو شکر این شهر شهر بشو نیست. من از شهر بدان گذر میکنم و میرم یه گوشه میشینم، نون ماستم رو میخورم. ایشالا برنامه‌تون بگیر باشه. قربونت برم. دوا جون اینکش نزادم. ممنونم که این لحظه شیرین رو برای من ساختین. خوشحالم که در کنار شما هستم، خوشحالم که تو این لحظات مهمون خونه های مردمم و امیدوارم که قدر این مردم نازنین رو بیشتر بدونن. امیدوارم که سفره هاشون بزرگتر بشه، جیباشون سنگینتر بشه، حالشون بهتر بشه. و از همینجا هم به همسر نازنینم هم سلام میکنم، دست پدر مادرم رو میبوسم و امیدوارم که امسال سال هممون باشه انشالله، به افتخار هر دو هنرمند. قربون شما. مرسی. منم به همسرم سلام عرض میکنم و دست سلام عرض نمیکردی؟ آره طول و عرض یکی میشه. آره من از شما یاد گرفتم. به دست جواد کن، عین جواد غربیه. بله بعدش گفت دست پدر و مادرم رو هم میبوسم. بله بله تقدم تأخر دیدی؟ بله این درست آموخته شده. آره من بلد کاره. یه دقیقه بیا بیاد ببین نمیدونی تو سفر چی کار میکرد. بفرمایید دوباره تشریف بفرمایید. اجازه بدید.